درود و ادب و احترام. من علیرضا نیک‌زاده دماوندی، درویش گناوادی، به همه هم‌میهنانم ببیشه هم‌میهنانی که در داخل مرزهای ایران مجبوریم به محکومیت زندانی که به وسعت ایران هست، تا زمانی که این حاکمان جابر و ظالم حکومت میکنن مجبوریم که طی محکومیت کنیم، نه زندگی. و اما من در 9 دی 96 به وسیله 4 لباس شخصی، یعنی آخرین زندان من، به وسیله 4 لباس شخصی در حالی که داشتم از پارکینگ یکی از میادین شهر خارج می شدم، مورد تهاجم واقع شدم و در سمت راننده رو باز کردن و با لگد و مشت و ناسزا، با اینکه یک هیکل من چاقه و من فروه هستم، من رو به سختی و به زور با کتک به طرف صندلی شاگرد هدایت کردن و 2 نفر از آنها بر صندلی عقب نشستن و صندلی جلوی سمت شاگرد رو خوابوندن و دست ها رو بر روی سینه من فشار می آوردن و با مشت به سر و صورتم و با سینه می زدن. و یه شخص هم پشت فرمان ماشین من و من رو به مکانی بردن و شخص چهارم با ماشین خود چون ظاهرن اومد. بر تقدیر به جایی که رفتیم اونجا من رو در کاریدوری بود، به کف کاریدور لوله آبی بود، در اونجا من رو به لوله آب دستبند کردن و چون مفصله بعد از کتک زیاد من از حال ظاهرن رفتم و اینا زنگ به آمبولانس زدن و به نظر ایست قلبی بوده و من رو منتقل میکنن به بخش سی سی یوی بیمارستان کوثر سمنان. بعد از چند روز اونجا بعد از اینکه به هوش آمدم دیدم که همین آقایون با اون قیافه کریهشون، منتها از چهرهشون فقط چشم ها معلوم بود، دور تخت منن و همونجا من رو مورد تهدید واقع میکردن و ناسزا. و بعد از چند روز گفتن مرخصی. بعد از مرخصی من تصورم این بود که به زندان برمیگردن و من رو بردن به زیر زمین همان زندان که بخش اعصاب و روانه. در اونجا در اتاقی که فقط من بودم، یک تخت، یعنی 2 تخته بود، یک تختش خالی بود، من رو تو اون اتاق بردن و یه مأمور بیرون ایستاد و 2 مأمور اومدن داخل. ابتدا پنجره اتاق رو به صدا پرده هاش رو کشیدن که به کاریدور راه نداشته باشه، دید نداشته باشه، و دست ها و پاهای من رو به 4 طرف تخت بستن و شروع کردن زدن. من که فریاد می زدم ملافه ای رو در حلق من فرو می کردن با حالت خفگی و مرگ رو شاید به چشم می دیدم. اون موقع ملافه رو می کشیدن بیرون و دوباره می زدن و دندان هایم شکست و مدت ها از کلیم خون دفع می شد، در ادرارم خون بود و به اصطلاح اتهام من هم چیزی از من نداشتن، در لپتاپ من گشته بودن، در نوشته ای که من به زنده یاد شاعر مردمی فریدون مشیری داشتم و در نوشته انتقادی که ایشون در فرازی از اون شعر آرزوش این بود که به روزگار محمد و عیسی و اینا برگرده، من اون رو دستمایه کرده بودم. یه دلنوشته ای که مختصریش رو میخونم. این شده بود مبنای جرم من. در نوجوانی خوانده بودم شاعری شیرین سخن، در فراز شعر خود با چه حزنی با چه حسرت می سراید قرن ما قرن موسی چون بهاست، صحبت از عیسی و موسی و محمد ابلهی است. با آنکه او استاد و من شاگرد وی، در اسارت آمده پرسم از او، ای بزرگ استاد من، هیچ حیوانی به حیوانی چنین رو کرده است؟ گر نیایی راه من خونت مباست، هیچ شیری با چنان دندان تیز و پرز قدرت چنگ او رو به شیری گفته است حتما بیا در راه من؟ خری را دیده ای گفته باشد خرتر از خرها منم، پس بیا بنشین به پای من برم؟
گر نگردی همره و هم فکر من، با دو جفتک آنچنان کوبم سرت، تا که جانت در رود در به معروف گفتنم، تا پذیرند بعد از این، تا پذیرند بعد از این جمع خران، ناهی از منکر منم، آمر معروف منم. در کدامین جنگلی، در کدامین جنگلی دیدی که رهبر انتری بانگ برارد؟ این یکی میمون نفوذی جاسوس آن جنگل باراتر است، یا بگوید فتنه دارد، این فتنگر حسرش کنید. هم بمیرد آن شغال پر ز مکر، بی بصیرت شد گرچه تختم حاصل یک مکر اوست. چون طولانی من باقیش رو نمیخونم و میخوام بگم به استناد این به من گفتم توحید به مقدسات به توحید به رهبری 3 سال حبس دادم. الغرض بعدها دادگاهی برام تشکیل شد که هزینه بیمارستان رو گفتن باید بدی. هرچی اصرار کردم که بابا قانون میگه که با زندانی نپذیرفتن، در تجدید نظر رأی تایید شد و من محکوم شدم. الان برای اجرایی آمده، من ندارم کاری که اینها با من کردن، مغازم آتش گرفت، زندگیم از بین رفت، ندارم که بدم و نمیدم. احتمالا من به خاطر این به زندان خواهم رفت. مدرکش رو خدمتتون ارسال میکنم و خواهش مندم این رو در صورت امکان پخش بفرمایید که هموطنان من هم ببینن که ظلمی که به یک درویش میره چگونه است. قربان شما برم، خداحافظ شما.